بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. محمد رضا شیخی هستم، دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته اقتصاد سلامت و مدرس دوره های تربیت پژوهشگر. با جلسه ششم از دوره جامعه پروپوزال نویسی انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و بحث خودمون رو به پیش میبریم. ما بر اساس این فرم پروپوزال پیش رفتیم که یک فرم مربوط به پروپوزال تحصیلات تکمیلی و قسمت‌های مختلف این فرم رو با همدیگه مورد بحث و بررسی قرار دادیم و همه اینها رو در خصوصش صحبت کردیم. حالا آخرین جلسه ایم که داشتیم اومدیم و تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و واژه‌ها رو با همدیگه گفتیم و نکات تکمیلی در خصوص فرضیات و سوالات پژوهش. تا سر روش شناسی پژوهش اومدیم یا همون قسمت متدولوژی ما و می‌خوایم که در قالب چند جلسه به دلیل اهمیتی که این بخش داره و نکات تخصصی که میتونه مختص هر رشته باشه و باید همه اونها رو شما رعایت کنید، در خصوص این بخش انشالله صحبت خواهیم کرد. همونطور که اینجا میبینید خود روششناسی پژوهش به چند زیربخش تقسیم میشه، مثل روش پژوهش، مراحل انجام پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، محیط انجام پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، روش گردآوری داده ها و روش تحلیل داده ها. مهمترین اصلی که شما در روش کار یا متدولوژی باید در نظر داشته باشین بحث جزئیات کار و تکرار پذیری اون هستش. یعنی وقتی که ارزیاب پروپوزال کار شما رو بخونه باید کاملا متوجه باشه که شما گام به گام مراحل پاسخ به سوال اصلی تحقیق خودتون رو میدونید. با هر فرمولی که اومده باشین مطالعه خودتون رو طراحی کرده باشین باید شما گام به گام پاسخ بدین که چطور میخواین به سوال اصلی تحقیق خودتون، به اون چیزی که ابهام داره براتون پاسخ بدین. و این در روش کار برای شما مشخص میشه. اون انتظاری که ارزیاب‌ها از شما دارن همین هستش که بس تکرار پذیرش رعایت بشه و اینکه شما هم خودتون باید به قدری مسلط باشین به کارتون که بخش روش کار رو خیلی دقیق و با جزئیات کامل بنویسید. حالا به چه شکل میتونین با جزئیات کامل بنویسین؟ اول که این تجربه پژوهشی شما میتونه که بهتون کمک کنه. شما هر چقدر که بیشتر پژوهش انجام بدین به پختگی پژوهش برسین متوجه خواهید شد که چه بخشایی رو باید بیارین و چه بخشایی رو نباید بیارین. از طرفی اگر کار شما مثلا میخواید برای پایان‌نامه خودتون انجام بدید، حتما پایان‌نامه‌های مشابه رو در گروه تحصیلی خودتون ببینید که در اون زمینه به خصوص اومدن و چه کارهایی رو انجام دادن، چه گام‌هایی رو نوشتن. و همچنین مطالعات معتبر و مطالعه بیس شما، مقاله بیس شما میتونه که به شما کمک کنه که روش کار خودتون رو بیاین و بسط بدین. ما یک سری نکات کلی داریم در روش کار. همه افعالمون رو باید به شکل آینده مطرح کنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا مراجعه خواهد شد، انجام خواهد شد، گردآوری خواهد شد. چرا؟ چون ما الان داریم تو پروپوزال داریم پیشنهاد یک طرح پژوهشی رو میدیم که قرار این طرح پژوهشی حالت اجرایی به خودش بگیره. هنوز اجرا نشده. ما میخوایم این رو ارسال کنیم، یک جای اون رو بررسی کنه و بعد اگر تصویب شد حالت اجرایی به خودش بگیره و اون و بعد اینکه من مقاله خودم یا گزارش پایان‌نامه خودم رو نوشتم دیگه افعال حالت گذشته نگر به خودش میگیره، میگه که انجام شده است یا مثلا گردآوری شد. پس این نکته رو حتما خاطرتون باشه که همه افعال به شکل آینده نگر باید مطرح بشن. قسمت روش کار جزئیات خیلی زیادی داره و گفتم بسته به هر رشته میتونه که این جزئیات کم و زیاد باشه، بسته به نوع مطالعه. ما در خصوص اولین قسمت پروپوزال که در حقیقت روش پژوهش هستش، نوع مطالعه هستش، ما در دوره جامع روش تحقیق اومدیم و در خصوص همه مطالعات صحبت کردیم. هر مطالعه‌ای که شما میتونید در رشته خودتون داشته باشه در خصوص همه اینا صحبت کردیم. مطالعات کمی، کیفی، مطالعات مداخله‌ای، مطالعاتی که در حقیقت آینده نگر یا گذشته نگر هستن، کوهورت‌ها، کیس استادی‌ها، مزایا و معایب و طراحی هر کدوم از اینا صحبت کردیم. بخوام خیلی کوتاه یک نمونه رو براتون بیارم. اینجا می‌بینید انواع مطالعات رو در این چارت
به این شکل تقسیم کرده که گفته مطالعات در حالت اوریجین به دو دسته مطالعات اولیه و مطالعات ثانویه تقسیم میشن. خود مطالعات اولیه رو تقسیم بر دو حالت کرده، مطالعات ابزرویشنال یا مشاهده‌ای که خود اینها توصیفی و تحلیلی داره و مطالعات مداخله‌ای که کارآزمایی بالینی تصادفی RCT داره یا کارآزمایی غیر تصادفی داره. و اینجا میبینید که خود مطالعات مشاهده‌ای هم تبدیل به مطالعات توصیفی و مطالعات تحلیلی شدن. مطالعات توصیفی شده کیس ریپورت ها، کیس سریس ها، کراس سکشنال ها، و مطالعات تحلیلی که بازم کراس سکشنال رو ما داریم، کیس کنترل رو داریم و کورت رو داریم. و در مقابل مطالعات ثانویه، اینها پرایمری بودن، پرایمری استادی ها، سکندری استادی های ما، نریتیو ریویو، سیستماتیک ریویو و متا انالیسیس های ما بودن. شما در زمینه های علوم پزشکی هر کاری که بخواید انجام بدین باید با این طراحی انجام بدین. شما در هر زمینه و هر رشته ای باشین یکی از این طراحی ها رو باید برای مطالعه خودتون انتخاب کنید و ریزکاری های هر کدوم از این مطالعات رو بدونید. مثلا در مطالعات مداخله بدونید که به چه شکلی باید تصادفی سازی انجام بدید، پورسازی انجام بدید، نحوه اختصاص افراد به دو گروه باید به چه شکلی باشه، گروه هاتون باید به چه شکلی تعیین بشه و اینکه تو مسئله کورسازی چه افراد باید اطلاع داشته باشن یا نداشته باشن از فرآیند تحقیق. اینا همه و همه اومده در بحث دوره جامعه روش تحقیق برای شما به شکل مبسوط و با ذکر مثال‌های متعدد بیان شده. یا اگر این چارت رو مشاهده کنید نوشته الگوریتم تشخیص نوع مطالعه. شما میتونید بر اساس این هم مطالعه خودتون رو تعیین کنید. گفته که آیا بر روی افراد مطالعه مداخله صورت گرفته؟ خب اگه مطالعه شما مداخله باشه و شما مداخله رو انجام داده باشین، خب میره سمت مطالعات مداخله یا مثلا مطالعات اکسپریمنتال ما. اگر مداخله انجام نداده باشین، مطالعه شما مشاهده هستش. بعد گفته اگر مقایسه انجام شده باشه میره جزء مطالعات تحلیلی، اگر مقایسه انجام نشده باشه میره مطالعات توصیفی مقطعی. بعد مطالعات تحلیلی منظور ما همون کوهورت ها و کیس استادی ها هستش. بعد گفته مطالعات تحلیلی اگر با چند گروه بوده، یعنی بیش از یک گروه بوده، مبنای انتخاب افراد به چه شکلی بوده، اگر بر اساس پیامد بوده، یعنی افراد در شروع مطالعه بیمار بودن، مطالعه ما مورد شاهد ما میریم تو گذشتهشون ببینیم که چه مواجهه‌ای داشتن، اگر مطالعه ما از علت به سمت معلول میره، یعنی ما اول مواجهه رو داریم بعد چند سال پیگیری میکنیم که ببینیم آیا افراد به اون پیامد دچار میشن یا نه، میشه مطالعه ما مطالعه کرد. و اگر مطالعه ما تحلیلی یک گروهی باشه میشه تحلیلی مقطعی. و در خصوص اینها همه اینها هم براتون به شکل کاملی صحبت شده. یا این یک طرح دیگه است که گفته انواع مطالعات حالت توصیفی و تحلیلی دارن. خود مطالعات توصیفی، گزارش مورد، گزارش موارد اکولوژیک، اکولوژیک استادی ها، و مطالعات تحلیلی هم اومده مشاهده ای و مداخله ای رو به خودش گرفته. خود مشاهده ای ها رو کورد و مورد شاهد در نظر گرفته و همچنین مقطعی، و تحلیلی های مداخله ای هم که کارآزمایی های بالینی در نظر گرفته. گفتیم کارآزمایی ها میتونه در افراد سالم هم انجام بشه و لازم نیست که حتما ما افراد بیمار رو وارد مطالعه کنیم. اگر در جامعه افراد سالم رو هم بگیریم میتونیم که کارآزمایی اجتماعی انجام بدیم. و اینجا هم که مقطعی هم میتونه توصیفی باشه هم میتونه تحلیلی باشه، این رو خاطرتون باشه. مطالعه مقطعی خودش مطالعه‌ای هستش که افراد یک بار وارد مطالعه ما میشن و خارج میشن، یعنی اطلاعاتشون یک بار ثبت میشه. من میدم یک پرسشنامه رو بین پرستاران توضیح میکنم، همه اطلاعاتی که لازمم هستش در یک گام برای من جمع آوری میشه، دیگه پیگیری نمی کنم، دیگه در طی چند حالت، در طی چند گام این رو جمع آوری نمی کنم. نه، هر فرد یک بار وارد مطالعه من میشه و اطلاعاتش رو ثبت میکنم، اطلاعاتش گرفته میشه و از اون بعد هم خارج میشه از مطالعه من. حالا اگه من دنبال آزمون فرضیه باشم مطالعه من میشه تحلیلی مقطعی. اگر دنبال آزمون فرضیه نباشم، صرفا مثلا بیام فرهنگ ایمنی بیمار رو اندازه‌گیری کنم و صرفا داده های یک سری از کارمندان بیمارستانی رو جمع‌آوری کنم و اونها رو گزارش بدم، دنبال آزمون فرضیه میرم متغیرها نباشم، مطالعه من تبدیل به مطالعه مقطعی توصیفی خواهد شد. پس شما در قدم اول بعد نوع مطالعه خودتون رو بتونید تشخیص بدید، تعیین کنید و بعد هم جزئیات مربوط به اون مطالعه رو به شکل کامل اون ریزکاریاش رو بخونید بر اساس مقالات و مطالعه بیستون یا پایان‌نامه های دیگه، ببینین که به چه شکلی جزئیات هر کدوم از اینها و بر اساس فرم پروپوزالی که دارین. این از تعیین نوع مطالعه که شما باید به شکل کامل اون رو بنویسید. ما قسمت های مختلفش رو میگیم، نکاتی که باید رعایت کنید رو میگیم، بعد میریم سراغ پروپوزال های خودمون و مثال های واقعی.
این از قسمت روش پژوهش که میتونید که از شما میخواد که با استفاده از چه روشی میاد کار خودتون رو انجام میدید، همون نوع مطالعه خودتون رو تعیین میکنید. ببینیم مراحل انجام پژوهش چیه. دوستان اگر مطالعه شما یک مطالعه هستش که دارای چند هدف فرعی مجزا و وسیع هستش، باید شما بیایید و برای هر هدف فرعیتون یک مرحله انجام پژوهش قرار بدین. ولی اگر نه، اگر مراحل شما خیلی وسیع نیستن یا اون اهداف فرعی شما خیلی وسیع نیستن، همه رو در قالب یک مرحله میایین و بیان میکنید. میتونید مرحله خودتون رو تقسیم به گام کنید یا تقسیم به فاز کنید و فاز خودتون رو گام بندی کنید به این شکل. اینا سلیقه‌ای هستش که شما فاز رو چی تعریف کنید یا گام رو چی تعریف کنید. اگه حالت استانداردش رو بخواید میتونید زیر مرحله رو به عنوان گام تعریف کنید، یا نه هر مرحله رو تبدیل به چند فاز کنید و زیر فاز خودتون رو به عنوان گام در نظر بگیرید. این بسته به ادبیاتی هستش که شما استفاده میکنید. اما در مطالعاتی که وسیع هستن، مخصوصا پایان‌نامه ها و رساله های دوره دکترا تخصصی، برای هر هدف فرعی که از انجام کارمون داریم میایم یک مرحله مجزا رو در نظر میگیریم. حالا اگه شما بیان یک مرحله مجزا رو در نظر بگیریم، باید همه اینها رو براش بیاریم. یعنی ما همه اینها رو در هر کدوم از مراحل خواهیم داشت. مثلا شما یک مطالعه ترکیبی دارین، هم مطالعه شما کمیه هم کیفیه هم مروری هستش، اینها رو نمیتونید در قالب یک مرحله بیان کنید. نه، اینها رو باید اهداف فرعی خودتون رو در قالب چند مرحله بیان کنید. برای هر کدوم از اون مراحل هم بیایید و اینها رو تعریف کنید. مثل چی؟ مثل همون سواد سلامتی که من گفتم دنبال یک چارچوب ارتقاء سواد سلامت هستم. به چه شکلی ما کار کردیم؟ گفتیم هم کمی داره بررسی وضعیت موجود، هم کیفی داره مصاحبه با افرادی که خبره هستن و مطلع هستن، هم مطالعه مروری داره که ببینیم جاهای دیگه به چه شکل انجام شده. خب ما در مطالعه کمیمون جامعهمون فرق میکنه، نمونهمون فرق میکنه، محیط، ابزار. در مطالعه کیفی هم به همین شکل. اگر من بیام این کار خودم رو که سه کار خیلی مجزا هستش ولی در یک مسیر، در مسیر طراحی چارچوب ارتقای سواد سلامت، اینها رو خاطرتون باشه که همه اهداف من باید در راستای پاسخ به سوال اصلی تحقیق عمل کنه. اگر من بیام همش رو در یک مرحله بگم، خب اینو بگم مثلا مراحل انجام پژوهش یک مرحله در نظر بگیرم، بعد اون رو تبدیل به سه فاز کنم، بگم که فاز کمی داره، فاز کیفی داره، فاز مروری داره، اون هم انجام پذیر هستش که من بیام اینجا باز هم بگم مثلا در فاز اول جامعه امینه، در فاز دوم جامعه امینه، در فاز سوم جامعه امینه و به همین شکل تا آخر، مثلا بگم در فاز اول روشم اینه، در فاز دوم روشم اونه و در فاز سوم هم روشم به این شکله. ولی اینجا خیلی اطلاعات ترکیبی و پیچیده میشه، وقتی که شما میتونید، وقتی که این فضا برای شما فراهمه، وقتی که شما محدودیتی ندارین برای اینکه کار خودتون رو با جزئیات فراوان بیان کنید، اینجا دست خودتون رو بسته نگه ندارین. بیایید هر کدوم از این اهداف خودتون رو بهش یک مرحله اختصاص بدین و مرحله رو خیلی زیبا با ریز جزئیاتش بیان کنید. حالت دیگه ای هم داره، شما هدفتون طراحی یک ابزار و اجرای اون ابزاره. مثلا میخواین برای بررسی مثلا انگیزه تحصیلی میخواین یک پرسشنامه‌ای رو طراحی کنید به نام پرسشنامه انگیزه تحصیلی و بعد بیاید اون رو اجرا کنید. یعنی در اینجا در یک قالب یک مطالعه کیفی این رو طراحی کنید و در قالب مطالعه کمی اون رو اجرا کنید. اینجا دیگه شما میتونید، لازم نیست مرحله بندی کنید. اگر بخواید که کارتون شکیل‌تر باشه، فاز بندیش، اون مرز بندیاش مشخص‌تر باشه، خب بگین که در قالب دو مرحله انجام میشه. در قالب یک مطالعه کیفی که همون طراحی پرسشنامه است و هم یک مطالعه کمی که اجرای پرسشنامه است. ولی اگر نه، دیدین که جا برای این کار نیست و میتونید هر دو اینها رو در قالب یک مرحله بیان کنید، بیاید بگید که کار من یک مرحله‌ای هستش طراحی و یک مرحله‌ای و در دو فاز، فاز کیفی من طراحی پرسشنامه، فاز کمی من اجرای پرسشنامه، و بیاید به این شکل همه اجزا رو براش بگین. این هم میتونید در مراحل انجام پژوهش رعایت کنید. ولی باز هم توصیه من این هستش که شما مرحله بندی رو به شکل کامل انجام بدید، چون شما اگر بخواید یک طرحی انجام بدید، خب مسلماً کارتون چند مرحله‌ای خواهد بود. فقط شما در یک حالت کارتون یک مرحله خواهد بود. اگر بیاین از یک ابزار آماده استفاده کنید،
و دیگه نخواهید مثلا روایی و پایه‌ای اون ابزار رو بسنجید، اون رو مورد اعتبار سنجی قرار بدین، و فقط بخواید از اون ابزار استفاده کنید، اطلاعات خودتون رو جمع‌آوری کنید و اطلاعات خودتون رو تحلیل کنید. اینجا دیگه کار شما کار تک مرحله‌ای خواهد بود و میگید که من از این پرسشنامه استفاده میکنم، از این ابزار استفاده میکنم و کار خودم رو به پیش میبرم. یا اگر کار شما کار کیفی مصاحبه‌ای باشه و شما فقط یک چکلیست مصاحبه نیاز داشته باشین، خب میگین که من اول چکلیست مصاحبه خودم رو در قالب چند سوال با مشورت استاد راهنما و با مرور متون تهیه میکنم، بعد که این رو تهیه کردم میبرم و اطلاعات خودم رو باهاش جمع‌آوری میکنم، یعنی از صاحب نظران مصاحبه انجام میدم. خب اینجا دیگه باز هم شما میتونید کار خودتون رو در دو مرحله بیان کنید، یا بهتر بگم در دو فاز بیان کنید، تحت یک مرحله و بیایید فاز بندی کنید کار خودتون رو، یا اینکه میتونید نه، میتونید هر کدوم از اینها رو به عنوان یک مرحله مجزا در نظر بگیرین و حالا طراحی چک‌لیست و انجام مصاحبه رو به شکل مراحل جدا در نظر بگیرید و اجزای مربوط به هر کدوم از این مراحل رو به شکل کاملی بیارین. این بسته به نظر شما، بسته به نظر استاد راهنمای شما، بسته به نظر تیم تحقیق شما خواهد بود که به چه شکل عمل کنین. اما تجربه من، تجربه پژوهشی من و توصیه من این استش که در بیشتر موارد شما بیاید مرحله بندی خودتون رو به شکل کامل انجام بدید، مرز بندی ها رو دقیق کنید و اجزای هر کدوم از این اجزا رو برای کار خودتون بیاید و به این شکل که اینجا اومده بیان کنید. این هم به شکل تصادفی این موارد قرار نگرفته. ببینید شما مثلا اول بعد نوع مطالعه خودتون تعیین کنید، بعد مراحلش رو، بعد حالا میگه که این مراحل رو میخوای در چه جامعه‌ای انجام بدی، بعد نمونت کیان، بعد محیطت کجاست، بعد ابزارت کجاست، ابزار چیه، با استفاده از چه روشی میای اونها رو گردآوری میکنی و با چه روشی تحلیل میکنی. یعنی هر آنچه که شما از کار پژوهشی خودتون میتونید که به عنوان روش کار ذکر کنید، اینجا برای شما به شکل کاملی میتونه که نمایش داده بشه و شما هم اون رو به ارزیابهای پروپوزال خودتون انتقال میدین و میتونید که روش کار خودتون رو به شکل کاملی بنویسید. دوستان هر چقدر که جزئیات بنویسید، ریزه کاری بنویسید، انقدر کار شما دقیق تر میشه، شکل تر میشه و مرزبندی شما مشخص تر میشه. ولی یک نکته هم در نظر بگیرید، من اینجا دارم بهتون میگم که کار خودتون رو با ریزه کاری خیلی زیاد بیاین بیان کنید، با ریزه کاری خیلی زیاد، ولی لطفاً از اطمینان اینها هم غافل نمونید. اطمینان یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شما اینجا می‌نویسید من از اطلاعات بیمارستانی استفاده می‌کنم، مثلا میگید که من میرم از مدارک پزشکی بیمارستان و اطلاعات مثلا بستری افراد رو میام و جمع‌آوری می‌کنم، اینجا قبل از اینکه شما در پروپوزال خودتون ادعا رو داشته باشین و ریزه کاریش رو بنویسید، مثلا من میام مشخصات جمعیت شناختی افراد و مثلا سابقه بیماری افراد رو میام جمع‌آوری میکنم، یا مثل چیزهای دیگه مثلا سابقه جراحی افراد رو، سابقه اون عملهای جراحی که داشتن، قبل از اینکه اینها رو بنویسید حتما به بیمارستان‌هایی که می‌خواید مطالعه خودتون رو درش انجام بدید مراجعه کنید، ببینید که آیا اصلا اطلاعات رو دارن یا اصلا در اختیار شما قرار میدن یا نه. بعد تصویب پروپوزال نمیتونید شما یک سری اطلاعات رو اینجا بیارید، بعد که پروپوزالتون تصویب شد مراجعه کنید به بیمارستان و بیمارستان بگه که نه، ما این اطلاعات رو نمیتونیم در اختیار شما قرار بدیم. اون وقت هستش که شما پژوهشتون، اون کاری که انجام دادین، زحمتی که کشیدین کاملا هدر خواهد رفت و نمیتونید اون رو به حالت اجرایی برسونید. بنابراین هر چیزی که در پروپوزال خودتون ادعا میکنید قبلش از صحت ادعای خودتون مطمئن بشید. اگر میگید از یک پرسشنامه میخوام استفاده کنم، پرسشنامه آماده، اون پرسشنامه رو اول از نویسندگان بگیرید، از محققین دیگه بگیرید و بعد اینجا ادعا کنید که از اون پرسشنامه استفاده میکنید. چرا؟ چون ممکنه که شما یک پرسشنامه، مثلا پرسشنامه‌ای باشه که همین انگیزه تحصیل رو اندازه‌گیری می‌کنه، دیگه نیاز نباشه که شما خودتون طراحی کنید و اون هم به زبان فارسی پرسشنامه‌اش موجود باشه و مورد روایی و پایه قرار گرفته باشه. ولی مثلا ممکنه که دست دو نفر باشه، شما ایمیل بزنیم به این دو نفر، ولی بعد اینکه پروپوزالتون تصویب شد، یعنی ایمیل بزنیم و این پرسشنامه رو برای شما نفرستن و خب شما زمان‌بندی که انجام دادیم برای اتمام کار رو دارین از دست میدید. قبلش همه اینها رو مطمئن بشید، چک لیست و ابزارهای خودتون رو ازش مطمئن بشید، یا مطالعه کیفی می‌خواید انجام بدید مطمئن بشین که افراد با شما همکاری خواهند کرد
و به افراد دسترسی داریم و بعد اینها رو بیایم به شکل کاملی در اینجا بگیم. اینم نکته خیلی مهمی هستشون، دیدم بعضا پروپوزال های بی نتیجه میمونه سر همین نکاتی که رعایت نمی کنن و همش هم ناشی از کم تجربگیه که ما این تجربه رو در اختیار شما قرار میدیم که شما بتونید که کار خودتون رو با پختگی بیشتری انجام بدین. این از قسمت مراحل انجام پژوهش که من حالتهای مختلفش رو گفتم که میتونید از هر کدوم از اون حالتها چه استفاده ای رو در کار خودتون داشته باشین. باز هم تاکید میکنم فقط در حالتی که شما از یک ابزار آماده استفاده میکنید یا میخواید یک چکلیست خیلی ساده ای رو طراحی کنید، مراحل خودتون رو تک مرحله ای و با چند فاز در نظر بگیرید. کار خودتون رو اینجا زیاد پیچیده نکنید، سردرگم نکنید خواننده رو. خواننده اگر سردرگم بشه و از حوصله‌اش خارج بشه ممکنه که اصلاحات دیگه ای رو به کار شما وارد کنه، ولی اگه شما خیلی اینجا مرزبندی خودتون رو رعایت کنید مسلماً و با نکاتی که خدمتتون خواهیم گفت مسلماً میتونید که نظر افراد رو جلب کنید و کار خودتون هم راحت میکنید. شما قراره در نهایت این کاری که اینجا ادعا میکنید رو به مرحله اجرا برسونید. وقتی که میخواد به مرحله اجرا برسونید از زمان پروپوزال انقدر وقت بذارید رو کار خودتون، انقدر کار خودتون رو دقیق کنید که در زمان اجرا دیگه کارتون خیلی راحت باشه. دیگه اون موقع شما برین سریع اطلاعات رو گردآوری کنید، تحلیل کنید و بیاین اونها رو گزارش بدین. بنابراین هر چقدر که روی پروپوزال وقت بذارین میتونید که از قسمت‌های دیگه زمان بخرید. من اینجا این جمله رو براتون می‌نویسم: هر زمانی که صرف طراحی مطالعه، طراحی مطالعه منظور همون ریزه‌کاری‌های کار شماست، هر زمانی که صرف طراحی مطالعه شود، خب این مطالعه، این جمله جمله طلایی در روش اجرا، در زمان اجرا کار مطلوب تر است. شما دارین به خودتون کمک میکنید، اون تیم ارزیابی نهایتا میاد کار شما رو تایید میکنه، خب ممکنه اصلا بررسی خاصی هم روش انجام نده، تایید کنه، ولی موقعی که اون پروپوزال شما تصویب شد دیگه این سری زمان دست شماست. اگر هر چقدر که کار خودتون رو با ریزه‌کاری بیشتری اون کارها اون مقدماتش رو قبلا چیده باشین در زمان اجرا میتونه که کارتون خیلی راحت تر بشه. پس این جمله رو به یاد داشته باشین و سریعا به فکر این نباشین که پروپوزال رو بنویسید و وارد کار اجرایی بشید، نه، اول همه ریزه‌کاری‌ها رو در نظر بگیریم و بعد. خب بریم جامعه پژوهش ببینیم که منظور ما از جامعه پژوهش چی هستش. مثلا به انگلیسی خب پاپولیشن میشه، میگه که جامعه پژوهش کلیه مواردی هستش که دارای خصوصیات و ویژگی‌های مشترک هستن با هم. یعنی چی؟ یعنی شما در نهایت میخواین کاری که انجام میدین، مثلا در پرستاران شهر تهران میخواید کار خودتون رو به جامعه پژوهش که کل پرستاران شهر تهران هستن تعمیم بدید. شما اگر میخواید یک مطالعه‌ای رو در بیماران مبتلا به دیابت مثلا استان کرمانشاه انجام بدید، باید که اگر واحدتون جامعتون استان کرمانشاه باشه، خب نمیتونید همه استان رو مسلما بررسی کنید، میایید از این استان یک نمونه گیری رو انجام میدید. حالا چرا من گفتم کلیه مواردی که داره خصوصیات و ویژگی مشترک هستن؟ اون جامعه که شما تعریف میکنید مثلا جامعه روستایی، خب همشون ویژگیشون چیه؟ که ساکن روستا هستند و شغلشون یا کشاورزی هستش یا دامداری. میبینید اینها ویژگی‌های مشترکی دارن و اون سبک زندگیشون هم بیشتر شبیه هم دیگه است. مثلا اگه من به دنبال این باشم که درباره مثلا زنان بیمار کشور یک مطالعه رو انجام بدم، کلیه زنان بیمار جامعه پژوهش من رو تشکیل میدن، کلیه زنان بیمار. یا مثلا میخوام که بیماران رو بررسی کنم که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته باشن، کلیه بیمارانی که در اون بیمارستان تحت جراحی قلب باز قرار گرفتن جامعه پژوهش من رو تشکیل میدن. پس این دوتا مثالی که من گفتم بهتون، جامعه پژوهش شما میتونه هم خیلی وسیع باشه و هم میتونه خیلی محدود باشه بسته به اون تعریفی که شما دارین. و این هم خاطرتون نره، من نمیتونم جامعه پژوهش خودم رو بگم جامعه روستایی کشور، بعد بیام تو نمونه پژوهش بیام و بگم مثلا من از روستاهای یک شهر خاصی نمونه گیری میکنم. نه، خب مسلما نمونه‌ای که شما انتخاب میکنید معرف این جامعه نخواهد بود. پس نکته بعدی چی بود؟ نکته بعدی اینه،
اون نمونه ما، نمونه گیری که ما انجام میدیم، نمونه باید معرف جامعه باشد. چرا؟ چون ما در نهایت میخواییم چیکار کنیم؟ ما در نهایت میخواییم اون کار خودمون رو، کاری که میخواییم انجام بدیم رو به جامعه پژوهش تعمیم بدیم. یعنی ما از نمونه داریم اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم، ولی باید که این تعمیم پذیری رو رعایت کنیم. تعمیم پذیری یعنی مثلا من اگه به دست آوردم که انگیزه تحصیلی در دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انگیزه بالایی هستش، وقتی که از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی از مثلا اومدم یک نمونه 100 نفری رو گرفتم، باید به کل دانشجویان مدیریت این دانشگاه بتونم کار خودم رو تعمیم بدم. ممکنه که جامعه پژوهش من همینی که گفتم 300 نفر باشه، ولی من بیام 100 نفر از اینها رو انتخاب کنم. این 100 نفری که انتخاب میکنم به عنوان نمونه باید که بیاد و معرف این 300 نفر باشه. برای اینکه جامعه و نمونه بهتر جا میفته، من یک مثالی رو میزنم. من میخوام میزان افسردگی در جمعیت روستایی بوشهر رو بیام اندازه گیری کنم. این عنوان مطالعه من هستش. شما به من بگید جامعه پژوهش من اینجا چه افرادی خواهند بود؟ فکر کنید بهش، فکر کنید میزان افسردگی در جمعیت روستایی بوشهر. این شهر بوشهر هستش، استان بوشهر نیست. اصلا استان در نظر بگیریم. الان نمونه پژوهش من چه خواهد بود؟ ببینید اگر من استان بگیرم، نمونه پژوهش من باید از هر شهری بیام نمونه بردارم برای اینکه بتونم اون رو به مردم کل استان تعمیم بدم. من نمیتونم در عنوان خودم بگم استان بوشهر بعد بیام نمونه خودم رو از مثلا شهر برازجان فقط بردارم. خب چرا؟ چون افرادی که در شهر برازجان اصلا نمیتونن معرف کاملی از کل مردم استان باشن. من جامعه پژوهش خودم رو باید دقیق تعریف کنم و بعد بیام طوری نمونه گیری کنم اون نمونه من معرف کاملی از جامعه باشه. مثال دیگه، من میخوام بین این دوتا متغیر ارتباط سنجی انجام بدم. وقتی من میگم در کشور باید از همه استانهای کشور من نمونه داشته باشم، کار من کار کشوری هستش. نمیتونم بگم در کشور بیام یک استان رو بردارم. چرا؟ چون ممکنه که اصلا ذاتن مردم اون استان مردمی باشن که احتیاط رانندگیشون بالاتره و حوادث درشون کمتره. خب من اینجا نتیجه گیری میکنم که نه، این دوتا با هم دیگه ارتباط ندارن، یا اصلا اینها رو جدا گزارش میکنم، میگم که مثلا در کشور ما حوادث رانندگی و جرم رانندگی کم هستش. در حالی که نه، به این شکل نیست. من اگه بیام حالا در نقطه مقابل از یک استان دیگه صرفا بردارم، ممکنه در اونجا این حالت عکس اتفاق بیفته. وقتی که من میگم در کشور، من باید از همه شهرها، از همه استانها بهتر بگم، از همه استانها من باید بیام این نمونه گیری خودم رو انجام بدم. وقتی صحبت من کشوری هستش، حالا مثلا من میگم که مثلا در یک استانی رو مثال میزنم، مثلا میگم که در استان آذربایجان غربی به این شکل هستش، میخوام که این ارتباط رو در اینجا بیام انجام بدم. حالا وقتی که من جامعه خودم رو استان آذربایجان غربی قرار دادم، نمونه من باید از همه شهرها باشه. من نمیتونم که فقط از یک شهر بردارم. چرا؟ چون باز هممون احتمالی که گفتم ممکنه پیش بیاد، افرادی که در بعضی از شهرها هستن میزان در حقیقت رعایت علائم رانندگیشون بیشتر باشه، جرائم رانندگیشون کمتر باشه، ولی بعضی از شهرهای استان آذربایجان غربی به این شکل نباشه و برعکس این عمل کنه و بعد از همه شهرها بیام و نمونه بردارم. اگر شما اینها رو حواستون نباشه، ممکنه که به رد پروپوزال شما منجر بشه، چرا که دقت شما رو، دقت پایین شما رو داره نشون میده. در نقطه مقابل اگر شما بیاید اینها رو خیلی خوب تعریف کنید، میتونه که کار شما شسته رفته باشه، میتونه که به افزایش احتمال پذیرش طرح پژوهشی شما منجر بشه. اینها رو کامل حواستون باشه که به چه شکلیه. این نکتهش همینه که ما میخواییم این اطلاعاتی که از این نمونه میگیریم، از این نمونه بگیریم، بتونیم که تعمیم بدیم به جامعه. من نمیتونم از یک شهر بگیرم به کل استان تعمیم بدم. من نمیتونم از یک روستای کشور بگیرم به کل روستاهای کشور تعمیم بدم. من نمیتونم از روستاهای یکی از شهرهای کشور بگیرم به کل مناطق روستایی کشور تعمیم بدم. نه، حالا مثلا خود شهر را مثال بزنم، بگم که نه، مثلا اینجا بگم در روستاهای آذربایجان غربی، من باید از همه روستاها، از همه شهرها
بیام و نمونه داشته باشم. یعنی مثلا حالا برای همون کارهای روش‌های نمونه گیری بیام مثلا استان رو 3 قسمت کنم، از هر قسمت 2 شهر رو بگیرم، از هر شهرم بیام و مثلا 10 خانوار روستایی رو وارد مطالعه خودم کنم بر اساس حالا حجم نمونه‌ای که تعیین می‌کنم، بر اساس نوع نمونه گیری. بعد این ریزه‌کاری‌ها رو حواسم باشه و این نمونه پژوهشم به همین شکله. دوستان چرا ما نمونه گیری انجام میدیم؟ اساس نمونه گیری چی هستش؟ اساس اصلی نمونه گیری صرف جویی در زمان ما و هزینه ما. اساس نمونه گیری اینه. من نمیتونم بیام همه مردم در اینجا، نمیتونم بیام مردم همه مناطق روستایی استان آذربایجان غربی رو بگیرم. ممکنه که مثلا جمعیت اینا 100,000 نفر باشه، نمیتونم 100,000 پرسشنامه رو ببرم بین این افراد پر کنم. نه، اساس نمونه گیری برای همین تشکیل شده، گفته که شما اشکال نداره همه مردم روستا رو نگیر، ولی نمونه گیریت رو طوری بذار که این نمونه شما معرف جامعت باشه. خب این خیلی منطقی تره، خیلی معقول تره. مثلا من بیام بخوام در دانشجویان علوم پزشکی یک استان یک کاری انجام بدم، خب نمیتونم همه دانشجویان علوم پزشکی اون استان رو وارد مطالعه خودم کنم. نه، میام و از اون استان حالا اون بر اساس دانشگاهی که داره دانشگاهشو مشخص میکنم، از هر دانشگاه میام چند نفر رو میگیرم. اینجا دیگه مطمئن میشم که از همه دانشگاه هستش و حالا اون بایاس ایجاد نمیشه، تورش ایجاد نمیشه در مطالعه من. یک مثال دیگه هم بزنیم و بریم سراغ بحث نمونه پژوهش. من میخوام که همون انگیزه تحصیلی رو در دانشجویان شهر تهران اندازه‌گیری کنم. این عنوان مطالعه من هستش. پس دقت کنید، انگیزه تحصیلی دانشجویان شهر تهران رو من میخوام اندازه‌گیری کنم. جامعه پژوهش من دانشجویان شهر تهران. الان در نمونه پژوهش من اول باید دانشگاه رو مشخص کنم، بگم که مثلا چند دانشگاه وجود داره، بعد بگم که از هر دانشگاه چند نفر میگیرم و به چه ترتیبی. نوع نمونه گیری خودم رو هم اینجا باید مشخص کنم که این پاسخی که به این سوال تحقیق میدم، مثلا بگم که انگیزه تحصیلی در مجموع مثلا 34%. این 34%ی که من اعلام میکنم، اون مقاله که من ازش مینویسم، ارزیابهای مقاله، داورهای مقاله اینجا به من میگن اگر من این نمونه گیری خودم رو درست انجام نداده باشم، میگن که این 34% نمیتونه معرف کل دانشجویان شهر تهران باشه. ولی اگه بگن که نه، من از همه دانشگاه اومدم یک سری از افراد رو انتخاب کردم، اینجا مطمئن میشن که میتونه که تضمین پذیری داشته باشه. یا مثلا شما میایین در پرستاران یک دانشگاه میان کار خودتون رو انجام میدین، نمیتونید همه پرستاران دانشگاه رو وارد کنید. میگید من میام مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران 20 تا بیمارستان داره، از هر بیمارستان میام و 15 نفر رو وارد مطالعه خودم میکنم و به این شکل شما از همه بیمارستان ها نمونه خواهید داشت و اینا رو میریزین رو هم و نتیجه رو به شما میده. به این شکل شما میتونید که کار خودتون رو دقیق تعریف کنید و اساس نمونه گیری هم خاطرتون نره. ما برای اینکه نمیتونیم همه افراد رو بررسی کنیم، میاییم و نمونه گیری انجام میدیم که حالا روش های نمونه گیری هم انشالله در جلسه بعد با هم دیگه کار خواهیم کرد. این مواردی بود که شما تا اینجا باید یاد بگیرید در خصوص روش کار و انشاءالله در جلسات بعد در خصوص ادامه کار و روش‌های نمونه‌گیری صحبت خواهیم کرد که محیط انجام پژوهش باید به چه شکلی باشه، ابزار، روش تحلیل و بعدش هم که چند نمونه پروپوزال رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. ما امروز در خصوص روش کار صحبت کردیم، قسمت اول بحث روش کار رو با هم دیگه گفتیم و انشاءالله که مطالب مورد توجه و مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و در جلسات آتی ادامه دوره جامعه پروپوزال نویسی انشاءالله در خصوص روش‌های نمونه‌گیری با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت و سربلندی رو دارم.